فرودگاه نویه واحد و شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه زن و شوهر از تاجیکستان را با جرم کمک مالیوی به یک عضو سازمان تروریستی ممنوع دولت اسلامی به حبس پیشکی گرفت. این دو شهروند تاجیکستان سالهای تولدشان 1963 و 1968 بعد قریب 6 سال ارسال مبلغ به سوریه دستگیر شدند. خدمات مطبوعات دادگاه گفت طبق فرضیه تفتیشات این زن و شوهر روز 11 سپتامبر سال 2015 با یکی از بانک‌های شهر قزان رفته از طریق شرکت پولفرست زلطای کرونا با یک عضو داعش از حساب مبلغ‌های خود 700 دلار پول فرستادند. قابل ذکر است که این زن و شوهر خبر داشتند که او نفری که برایش پول فرستادند در قلمرو جمهوری سوریه عرب در فعالیت سازمان بین المللی تروریستی دولت اسلامی اشتراک میکند. تاکید شده است در اطلاعیه رسمی خدمات مطبوعات دادگاه نویه واحدوف تفتیشات این عمل زن و شوهر را عمل مشترک با مسئلیت و با مقصد مبلغ گذاری فعالیت سازمان تروریستی تعبیر کرده بزیدی آنها بر اساس قسم یکم ماده 205 کودکس جنایتی روسیه با اتهام مساعدت به فعالیت تروریستی پرونده جنایتی گشوده است. به آنها بر اساس این بند قانون از 5 تا 15 سال زندان و جریمه به مبلغ تا 500,000 روبل تهدید میکند. دادگاه یادآور شده است که دادگاه عالی روسیه هنوز 29 دکمبر سال 2014 دولت اسلامی را سازمان تروریستی اعتراف کرده فعالیتش را در قلمرو روسیه منع کرده است. دو روز قبل ریاست فسب در جمهوری خاکاسیا روسیه خبر داد که یک شهروند تاجیکستان را در اینجا با اتهام دعوت به فعالیت‌های تروریستی و در مظهر عام توجه یعنی سفید کردن تروریسم دستگیر کردند. در سال‌های اخیر ده‌ها تن از مهاجران تاجیک در روسیه با اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت و چند نفرشان حتی هنگام بازداشت کشته شدند. نزدیکان برخی آنها ادعا دارند که مقامات امنیتی روسیه آنها را به اساس با دلیل‌های بافته و سوخته به تروریسم عبدال کردند.